بسم الله الرحمن الرحیم چون محور بحث ما نگاه به اسلام است از منظر همه کتب آسمانی مخصوصا تورات و زبور و انجیل و قرآن در جلسه قبل عرض کردیم شخصی به نام عبدالله ابن حیبان که قبلا یهودی بوده نسخه کمتر تحریف شده از تورات در اختیارش بوده جناب آقای عبدالله شهبازی یکی از نویسندگان زبردست جهان اسلام کتابی دارد هفت جلدی شنیدم دو جلدم اضافه شده ظاهرا نه جلدی البته من پنج جلدشو دارم در جلد اول اونطور که یادم صفحه 170-71 هست اون همه مطالب را نقل کرده آقای عبدالله ابن حیبان که یک یهودی بوده دارای نسخه خاصی از تورات کمتر تحریف شده بوده اونجا خونده بوده پیغمبر آخرالزمان چند علامت داره یک در یثرب در حجاز مبعوث میشه و این آقایان یهودیان هم آمدن در خیبر ساکن شدن از فلسطین آمده بودن بنی قریزه، بنی قنقا، بنی نظیر همه سه شاخه از یهودیان فلسطین بودن فقط جهت استقبال از پیغمبری که در تورات موعود است رفته بودند در آن نسخه اسمی از پیغمبر که آمده اولا این اسم را جناب مؤلف محترم انیس الاعلام یا انیس الاسلام در کتابی که به همین نام تألیف کرده و ما این کتاب را خلاصه کردیم و چاپ کردیم در اونجا این مطلب هست که نسخه های عبری، سریانی، یونانی به صراحت از پیغمبر اسلام نام آورده آیه 15 صحیفه حضرت هوشع اسم پیغمبر به عنوان محمد آمده در باب تکوین در سفر تکوین باب 17 اسم پیغمبر اسلام صریح آمده در یونان در عبری و سریانی ما این رو میخوایم عرض کنیم الان اینها در اختیار بشر هست اگر پیغمبر اسلام مراد نبوده یهود باید بفرماید چی کسی بوده در جلسه قبل عرض کردیم در نسخه عبدالله بن طیبان چون مشخصات پیغمبر آخرالزمان آمده بود اونم بی شکل از اولاد ابراهیم است پیغمبر از اولاد ابراهیم بوده در مدینه ظهور می کند در مدینه ظهور کرده همسری دارد به نام خدیجه که بوده از اون همسر دختری دارد به نام فاطمه بوده این قضیه وقتی که رسید به گوش مسیحی ها و کتاب تاریخی و فقهی مسیحیون تورات در کنار انجیل آقایان مسیحی ها می دانند در تورات نسخه عبدالله بن حیبان این مطلب آمده اون زمان نمی دانستن پیغمبر اسلام مصداقشه بریم بقیه بحث جلسه قبل رو متصل کنیم به این جلسه عرض کردیم عبدالله بن حیبان و تعداد طرفدارانشون ببخشید کسانی که پیرو یهود بودن رفتن محضر پیغمبر بعد از اینها مسیحی ها رفتن آقا از کجا بدانیم شما پیغمبرید سوالات رد بدل شد بین این دو نفر پیغمبر اسلام و نماینده نصارا و نصارای نجران از پیغمبر اسلام سوال کردن اسمت چیه معرفی کرد اسم این آقا چیه علیس اسم اون دو پسر حسن و حسین اسم خانم چیه اسمش فاطمه است اسم مادرش خدیجه اینها دیدن در نسخه عبدالله بن حیبان هم نوشته بود اگر پیغمبری بیاد از آل ابراهیم باشد یک در مدینه حجاز باشد دو زنی داشته باشد به نام خدیجه دختری از اون زن داشته باشد به نام فاطمه این پیغمبر آخرالزمانه
علاوه از این از نظر جسمی هم پیغمبر اسلام دارای علامت بود، در کتف چپ پیغمبر تراکمی از مو وجود داشته، مشهور بوده به مهر نبوت. حتی سلمان فارسی که از ایران میرفت دنبال حضرت ابراهیم، دین ابراهیم جدید بود، یعنی میخواست ببینه، ابراهیم گفته است وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، ای پیغم، ای خدا، برای من در میان امت آخر الزمان سهمی از زبان صدق قرار بده. یعنی دین من ابراهیم در داخل دین پیغمبر آخر الزمان بیاید به نام حج ابراهیمی. وقتی که این جریان پیش آمد، حضرت ابراهیم این دعا را کرد، آقایان نصارا و یهود می دانستند پیغمبر آخر الزمان باید بیاید حج ابراهیمی را تایید کند و کل یهود و نصارا یقین کردند. پیغمبر اسلام آمد، از همون مدینه مکه ظهور کرد و حج ابراهیمی را تایید کرد. خب سوال، پیغمبری که از اسم زنش شناسایی شده، از جدش ابراهیم شناسایی شده، از نظر محل ظهور شناسایی شده، سوال، یهود و نصارا چرا به حج ابراهیمی نمیرن؟ این حج ربطی به پیغمبر اسلام نداره. تکرار میکنم، سوال، عرض منم اینجا تمام میشه. از صاحبان عقل و خرد، اون کسانی که بدون دلیل هیچ چیزی را قبول نمیکنن، بنده سوال میکنم، ای انسان های پاک دامن، یهودیان متدین، مسیحیان متدین، حجی که در مکه وجود داره، مردم میرن احرام میبندن، طواف میکنن، میرن صفا و مروه، عرفات و مشعر و مینا، این که ربطی به پیغمبر اسلام نداره، این که مال اسلام نیست. مبتدعش، اون کسی که آورده ابتدا کرده به این کار، حضرت ابراهیم بوده. کل مسیحیان و یهودیان میگن ما پیرو جدمون ابراهیم هستیم، بفرمایید چرا به حج جدتون ابراهیم نمیرید؟ پس عرضم تمام شد، یهود و نصارا نه تنها برخلاف تورات و انجیل حتی تحریف شده عمل نکردن، در اولین قسمت تورات آمده ما آل ابراهیمیم، یهود و نصارای نسبی آل ابراهیمن، باید از اولاد ابراهیم به نام اسماعیل که در سفر تکویم باب 17 آیه 20 آمده است که یک نفر اسمش معد معد، ماد ماد، محمد، تاب تاب آمده، سریانیش الان هست، منم دارم، شما هم دارید، این سریانی، این ابری که الان موجوده، این اگر معد معد محمد نیست کیه؟ عرضم اینجا تمام شد، اگر اون پیغمبری که موعود است در تورات انجیل پیغمبر ما نیست، بسیار خوب، کیست؟ یالا به ما جواب بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.